به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. استیصال و اعتراض به قیمت ارزی که سر ایستادن ندارد. کاسبان و مصرف کنندگان ایرانی چطور باید با دلار 9000 تومانی کنار بیایند؟ در ادامه این برنامه، مشارکت بالا در انتخابات زود هنگام ترکیه، نتیجه قمار انتخاباتی اردوغان به زودی مشخص می شود. فرانسه به دنبال ایجاد مراکز موقت نگهداری پناهجویان، ایتالیا خواهان بازنگری اساسی در قوانین مهاجرت. اختلاف نظر در اروپا تا کجا پیش می رود؟ و تقدیر از حنجره‌ای که دردهای زنان افغان را روایت می‌کند. جایزه آزادی برای آریانا سعید. رخشانه دختر خانم بود که سنگسار شد و از طریق سنگسار او را از بین بردن و کشتن، به خاطر از اینکه عاشق یک پسر شده بود. ما این دو آوارد بر زنها تقدیم کردم، مخصوصا و بر تمام رخشانه ها و فرخنده هایی که از قصه‌هایشان دنیا هنوز خبر نداره و نشنیده. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. شبتون بخیر، نگین شراقی هستم. اگر در ایران اهل کسب و کار و بازارید، کارگر و کارفرمایید، کارمند و مستمری بگیرید، صنعتگر و تولید کننده اید یا حتی تنها مصرف کننده اید، به احتمال زیاد فشار اقتصادی را حس کرده اید. امروز کسبه پاساژ علاءالدین و چارسو در تهران، چند روز پیش کامیونداران و چند هفته پیش گروهی دیگر، همه حرف از فشارهای خرد کننده اقتصادی زدند و میزنند. التهاب بازار غیر رسمی ارز تبدیل شده به دماسنجی که وضع تن تبدار اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. حرف از این است که قیمت دلار در بازار آزاد از 9000 تومان هم گذشته. دولت بی‌خبر نیست. حتی امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه در نشستی اقتصادی هشدار داد که به گفته او دشمنان کمر به ویرانی ایران بستند. این وضعیت پیامد نگاه موجود به عرصه اقتصاد است یا سیاست؟ در این باره بیشتر حرف می‌زنیم. اول گزارشی از مسعود آذر. گرانی و افزایش قیمت‌ها شده بحث رایج کوچه و بازار. قیمت‌ها به خصوص در روزهای اخیر ساعتی تغییر کرده و فروشنده و خریدار مداوم در حال چرتکه انداختنند. مادرم دیروز رفت یک سری قاشق و بشقاب و اینا خواست بگیره، قیمتش مثلا فکر کنم 1300 اینا. مامانم گفت من برم یک دور بزنم ببینم چیه بیام. مادرم رفته بود یک دور زده بود که مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت طول کشید و برگشته بود. اون آقا گفته بود شرمنده قیمت جدید اومده، حدود 300 یا 400 تومان گرونترش کرده بود. گفته بود قیمت جدید اینه دیگه. الان شرایط امروز بازار ارز اعتراض‌هایی در پی داشت. مغازه‌های پاساژ علاءالدین، یکی از مراکز مهم خرید و فروش موبایل، بسته شد. هم مغازه‌دارها شاکی بودند و هم خریدارها. سردرگمی درباره نرخ کالاها و خدمات بالا گرفته. حالا موضوع گرانی به بهارستان رسیده. امروز نمایندگان مجلس با دولتی‌ها جلسه غیرعلنی داشتند. نمایندگان از قول معاون اول رئیس جمهوری ایران گفتند جای نگرانی برای مایحتاج عمومی مردم نیست و کارهایی در این زمینه شده. اسحاق جهانگیری در مجلس گفته آمریکا جنگ اقتصادی را انداخته و ما از این توطئه عبور می‌کنیم. در روزهای اخیر قیمت دلار به فاصله دو روز بیش از 1000 تومان بالا رفت و در کوچه پس کوچه‌های خیابان فردوسی تهران به حدود 9000 تومان رسید، در حالی که بانک مرکزی قیمت دولتی دلار را 4200 تومان اعلام کرده. سکه هم با افزایش قیمت حدود 1 میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته نزدیک به 3 میلیون تومان خرید و فروش می شود. بازار مسکن و اقلام مصرفی و غذایی مردم هم شاهد افزایش شدید قیمت بوده. واحدهایی که من قبلا می تونستم 1 ماه پیش با مبلغ 155 میلیون تومان خریداری بکنم، الان حداقل باید 220 میلیون تومان برای اونها هزینه بپردازم. نگرانی ها به شرکت های تولیدی و بازرگانی هم کشیده شده.
امروز وزیر خارجه ایران در جمع اعضا و فعالان اتاق بازرگانی گفت نگران تحریم‌ها نباشید و مشکلات مبادلات پولی و مالی در سطح بین‌المللی حل می‌شود. محمد جواد ظریف به مخالفان دولت گفت همه در یک کشتی هستیم و تضعیف حسن روحانی به نفع هیچ گروهی نیست. هدف نه دیگه نظام جمهوری اسلامیه، نه دولت آقای روحانیه، هدف ایرانه. کارشناسان اقتصادی میگویند اولین بار نیست که بازار ملتهب شده و همه دولت‌ها آن را تجربه کردند. وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در داخل و خارج شرایط روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده. اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی دولت را کم کرده و آینده بازار را نامطمئن. در این اوضاع و احوال که قیمت‌ها بالا و بالاتر می‌روند و ارزش ریال کم و کمتر می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی کوچک از بین می‌روند، شمار بیکاران بیشتر می‌شود و جیب و سفره حقوق بگیرها روز به روز خالی و خالی تر. مسعود آذر، بی بی سی. از مخاطبانمون خواسته بودیم که تجربه های خودشون رو از موج تازه گرانی با ما در میون بگذارن. به حرفای شماری از اونها گوش میکنیم. با این توضیح که این صداها چند ساعت پیش برای ما فرستاده شده و همینطور که متوجه خواهید شد بعضی قیمت ها در همین چند ساعت هم تغییر کرد. دیشب من توی میوه فروشی رفتیم با خانومم، شلیل 22,000 تومان، گلابی 28,000 تومان. خب کی واقعا میتونه اینا رو بخره؟ ما منتظریم که ببینیم همینجوری چه اتفاقی خواهد افتاد. من خودم مغازه دارم، شاگردی سوپریم. مثلا ما روغن داشتیم قبل از سال، روغن 17 کیلو 75,000 تومان، الان شده 86,000 تومان، 10,000 تومان گرانتر. الان لبنیات هم تا چند روز آینده قیمتش میره بالا. ما اعلام کردن مثلا یک کشک لیوانی که میگرفتیم مال شرکت پگا خریدش 2,800 بوده، الان باید 4 بفروشیم. توی این سال جدید که 4 ماه داره میگذره تزیاد که اصلا نیومده، ببینی چه خبر هست چه خبر نیسته، هر که باید خوش نرخی میری بیرون. درگیر کارهای عروسیم هم، دیروز داشتم دیگه قرارداد خرید طلا سرویس طلا رو انجام میدادم، دلار بود 7,000 خورده 8,000 تومان، 7,900 تومان، طلا بود گرمی 238,000 تومان. متوشون دیگه در واقع ساعت اداری تمام شده بود نشد کارم بکنم. امروز رفتم الان میگه تا ساعت 12 وایسه تا قرار در واقع قیمت ها تثبیت بشه. الان شد دلار 8,700، طلا گرمی 250 و نمیدونم چقدر هزار تومان. یعنی از شما میگین یه ماه قبل، من میگم از کمتر از 12 ساعت تا الان من مجبورم یه 6 7 میلیون برای همون چیزی که دیروز داشتم می‌خریدم بیشتر بدم. به عبارتی من نمیگم طلا و دلار گرون شده، ارزش ریالی که دهم ثانیه به دهم ثانیه داره میاد پایین. والا همه چی تو مملکت ما گرون شده، از میوه بگیر تا ماشین، سکه، طلا، نمیدونم همه چی، هر چی که شما فکرشو بکنید، لباس، هر چی میخوای بری بخری میگن دلار گرون شده. همه چی انگار به دلار ربط داره. میری حتی جورابم بخری میگن دلار گرون شده، جوراب گرون شده. نمیدونم میری حتی آدامس بخری میبینی 1,000 تومان گرونتر شده. یعنی دست رو هر قلمی که میذاری تو هر فروشگاهی قشنگ 20-30% گرونتر شد نسبت به یک ماه گذشته. و قیمت خب دلار و سکه رو هم که خودتون دارید میبینین ساعتی و ثانیه‌ای داره میره بالا. دیروز 2,700 بود، الان شده 2,900 سکه. دلار تا یک ساعت پیش 8,400 بوده توی بازار تهران، الان شده 8,800. واقعا متاسفم واسه مسئولامون. صدای شماری از شهروندان ایران رو میشنیدید که در مورد تجربه های خودشون گفته بودن. حجت قندی استاد اقتصاد دانشگاه از نشویل ایالت تنسی در آمریکا با ماست و همینطور محمد رهبر روزنامه نگار از ترونتهایم نروژ. آقای قندی، سوال اول رو از شما میپرسم، چقدر این مشکلات به اقتصاد برمیگرده؟ والا یه مقدار قضیه بدیهیه که سر قضیه سیاسیه، یعنی اثر تحریم ها اصلا قابل انکار نیست و این اثر تحریم ها سیگنالی به بازار داده که ارز در آینده گرون میشه
و به خاطر همین مردم از طرف تقاضا هجوم آوردن، یعنی هم طرف عرضه ارز یا انتظار از این به این هست که بهش مشکل جدی بر بخوره، یا اینکه همین الانم خیلی مشکل جدی داره، و طرف تقاضای ارزم که وقتی که قیمت ارز داره گرون میشه همه هجوم میارن به بازار که ارز و طلا بخرن به خاطری که بتونن اون ارزش دارایی‌هاشون حداقل یه مقدارش حفظ بکنن. یکی از شنونده ها یا بیننده ها هم اشاره کرد آقای قندی که حتی اگر گفت که میخواد بره آدامس هم بخره میگن که دلار گرون شده، ارز بالا رفته. چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ بالاخره ارز سیگنالیه، قیمت ارز سیگنالیه به بازار که ارزش ریال کاهش پیدا کرده، و اگه شما مثلا فرض کن یه کالایی میتونست تجارت بشه با خارج از کشور، بفرستی خارج از کشور و اونو به دلار تبدیل بکنی، اگه داخل کشور داری اونو مصرف میکنی، خب برای اون که تولید میکنه صرف میکنه که اینو صادر بکنه، به جای اینکه در داخل کشور بده به قیمت خیلی پایینتر به مصرف کننده داخلی. این مخاطر اینکه ارزش ریال واقعا پایین اومده، و ضمن اینکه خیلی از این کالا نیاز به کالای واسطه‌ای دارن و اون کالای واسطه‌ای قیمتشون عملا نسبت پارسال دو برابر شده و قیمت‌های داخلی دو برابر هنوز نشده. بازم در مورد قیمت دلار و وضعیت بازار ارز از شما سوالی رو میپرسم، ولی آقای رهبر، آقای ظریف میگه که تمام ایران در مخاطره قرار گرفته. موضوع آیا برای دولت جدی‌تر از چیزیه که تصور میشه؟ دقیقاً همینطور هست. ما تا به حال از زبان آدم محافظه‌کاری چون آقای ظریف چنین حرف‌هایی نشنیده بودیم. ببینید الان دلار و سکه و طلا در ایران تبدیل شده به کالای سیاسی، در حقیقت شاخص سیاسی هستن نه شاخص اقتصادی، به این معنی که گمگشته جمهوری اسلامی در چنین شرایطی اعتماد عمومی به حکومت و ساختارهای سیاسی اقتصادی اون هست. این اعتماد متاسفانه از بین رفته و مردم اعتمادی به مدیریت جمهوری اسلامی ندارند و در حقیقت مدیران جمهوری اسلامی رو شایسته اینکه بهشون اعتماد کنند و حرفهاشون رو گوش بدن، دلار نخرند، سکه نخرند، نمیدانند. هر لحظه دارن میبینن آنچه که اندوختن مثل برف آب میشه. در چنین شرایطی هر کسی هر چقدر که داره رو میخواد تبدیل کنه به یک کالای ارزشمند، به خاطر این هستش که اعتمادی به حکومت نداره، و این اعتماد نداشتن هستش که وضعیت رو طوری کرده که آقای نوبخ میگه اگر ما وصل به بانک مرکزی آمریکا هم بودیم نمیتونستیم چنین دلار رو تهیه کنیم. راست هم میگه، چون همه میخوان همه ریال رو تبدیل به دلار بکنن، همه ریال رو تبدیل به طلا بکنن، و این در هر مملکتی که رخ بده واژگونی سریع اقتصاد رو در پی داره. آقای قندی، چطور میشه که کار به اینجا برسه که چنین حرفای بیان بشه که این تقاضایی که در بازار هست برای دلار برآورده کردنش خیلی سخته؟ یعنی در نهایت بالاخره این قیمت تا کجا میخواد بره بالا؟ الان حدود 9000 تومان برای دلار در بازار آزاد گفته شده، 10000، 11000، 15000، بالاخره یک جایی باید بیسته. من فکر میکنم که ما دو تا داستان داریم اینجا. یه داستان اینه که یه شوک ارزی وارد شده به کشور، یه داستان اینه که آیا دولت، اون اشتباهی که دولت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمد نژاد میکردن که وقتی شوک ارزی به کشور وارد شد تا میتونستن از تهمونده دلاری که داشتن فوراً به بازار عرضه کردن، آیا این اشتباه رو دولت همین الان داره میکنه یا نمیکنه؟ به نظر من نمیرسه که دولت داره سعی میکنه تهمونده ارزش رو فوری بریزه بازار. ممکنه که به خاطری که خود دولت هم داره پیش بینی میکنه که در آینده ارز کمتری داشته باشه این کارو نکرده باشه و بنابراین شوک به قسمت ارزه ارزم وارد شده باشه، یعنی اون قسمت داستان رو ما نمیدونیم. ولی این قسمت داستان که وقتی مردم میبینن قیمت هر روز داره افزایش پیدا میکنه، سعی میکنن ارزش داراییشون رو حفظ بکنن، اون قسمت درسته و واقعا مردم تلاش دارن میکنن که مثلا ارزش داراییشون رو یه مقدارشون نگه دارن. و یعنی دو قسمت داره، این که قسمت عرضه کم شده و قسمت تقاضا هم به شدت افزایش پیدا کرده، و تو کوتاه مدت ممکنه که قیمت بیشتر دلار هم ببینیم. آقای رهبر، از آقای قول آقای ظریف نقل شده که زمانی کشور با دلار
با بشکه 8 دلار هم پول نفت، درآمد نفتی کشور به گونه ای بوده که هر بشکه نفت رو 8 دلار 9 دلار میفروختن هم کشور رو تونستن اداره بکنن. الانی که قیمت نفت خیلی بالاتر از این حرف هاست، میتونن ادامه بدن؟ از نظر سیاسی واقعا چیکار میتونن بکنن در شرایط فعلی؟ ببینید، این حرفی که آقای ظریف میزنه البته مال دوران دوری بود و مردم دیگری بودند و جامعه و زمین و زمان هم جور دیگری بود. نه اینقدر بریز و پپاش در مملکت بود، نه اینقدر فساد در مملکت بود و نه این همه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حکومت بود. بله، شما نگاه بکنید، در 8 سال جنگ ایران و عراق ریال ایران اینچنین سقوط نکرده که در این 5 ماه اخیر مثلا از 4000 تومان یورو رسیده به 10000 تومان. واقعا حیرت انگیز هست سقوط ریال. من فکر میکنم که چاره اقتصادی نداره چنین کاری. این وضعیت کنونی اگه همینطور پیش بره و با در حقیقت دلاری هم ندارن اینقدره که تزریق بکنن بازار که جلوی چنین ظرفیتی رو بگیرن، من احساسم این هستش که تنها کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه تغییر سرشت هست و این که بنشینه مذاکرات بین‌المللی به راه بیاندازه، با آمریکا مشکلات رو حل بکنه و در حقیقت جلوی اون تحریم هایی که از 15 مرداد قرار اعمال بشه رو از همین الان بگیره. چون اگر اون تحریم ها اعمال بشه، من بعید میدونم که همین 9000 تومان هم دلار گیر بیاد. این تغییر سرشت رو دوباره من از شما میپرسم دربارش، ولی آقای قندی، آقای رهبر اشاره کردن که شاید دولت نتونه در شرایط فعلی کار چندانی بکنه، ولی مردم چه؟ مثلا کمپین های راه افتاده بود، درخواست های مطرح شده بود که مردم اجناسی که گرون شده رو نخرند. آیا مردم میتونن کاری بکنن در این شرایط؟ من موافق نیستم که دولت اصلا کاری نمیتونه بکنه. موافق اینم که دولت میتونه بعضی از اشتباه ها رو نکنه. موافق اینم که یه جریان قضیه به مسئله سیاسی که مثلا راه حل سیاسی شاید باید بتونن براش پیدا بکنن، ولی اینکه دولت اشتباهات اقتصادی بکنه وضعیت بدتر میکنه. مثلا سیستم دونرخی ارز، مثلا اینکه دوباره تعزیرات بندازن تو خیابون که مثلا برای اینکه مجازات بکنن کسایی که به اصطلاح گران فروشی میکنن، یا برن تو انبارا رو بریزن بیرون، یا مثلا تجارت رو محدود بکنن که دولت الان تجارت رو محدود داره میکنه. یعنی دولت میتونه اشتباهاتی که در گذشته میکردن نکنه و همون اشتباهات مثلا دو نرخ کردن ارز ممکنه به صادرات آسیب برسونه که نرخ ارز حتی بیشتر بالا میبره. ولی مردم که طرف تقاضا هستن، اگر اعتمادی بود که بهشون بگی آقا ما فکر میکنیم که مسئله حل میشه، الان میتونست مثلا یه کسی یه چیزی نخره. ولی اگر جریان این باشه که اون کسی که چیزی نمیخره در حقیقت کسی که داره ضرر میکنه، استراتژی خیلی از نظر اقتصادی چیزی نیست که کار بکنه. من میدونم که کسایی که میخوان این کارو بکنن چی کار میخوان بکنن، ولی همچون اتفاقی که اینا میخوان بیفته نمیفته متاسفانه. آقای رهبر، شما به تغییر سرشت اشاره کردین، معناش این میشه که خب جمهوری اسلامی کوتاه بیاد یا دست کم انعطاف نشون بده از خودش. این انعطاف رو بارها آیت الله خامنه ای پرسیده که تا کجا باید جمهوری اسلامی نشون بده؟ ببینید، این اتفاقی که امروز داره در اقتصاد مملکت میفته، کمان که در بس اجتماعیات هم همینطور هست، در سیاست داخلی هم به همچنین در همه جا به بن‌بست رسیدیم، این حاصل یک روز و دو روز نیست. 40 سال هستش که ما بر مدار بحران داریم پیش میریم. 40 سال هستش که جمهوری اسلامی سیاست‌های خارجی جنگ طلبانه‌ای داره، به این معنی که هر جا که شیعه هست از شیعه‌گری دفاع کرده، نمیدونم اسرائیل رو بیدلیل تهدید کرده، با آمریکا بیدلیل سرشاخ شده و در اقتصاد جهانی هیچ نقشی هم بازی نکرده. زیرساخت‌های ما هم خراب شده و بازسازی نشده و ما در حقیقت به اقتصاد دنیا اصلا وصل نیستیم. همینطور که الان ما رو بزنن کنار، هیچ اتفاقی در اقتصاد دنیا نخواهد افتاد. هیچ سرمایه گذار خارجی تمایل به سرمایه گذاری در ایران نداره. این اتفاقات 1 سال 2 سال نیست، 40 سال هست. و تغییر سرشتی هم به خدمتون عرض میکنم بالاتر از این نرمش هایی که آقای خامنه ای میگه. در حقیقت اونها باید فضای سیاسی ایران رو باز بکنند، باید که نوع نگاهشون به دنیا رو عوض بکنن، این وضعیت قطبندی و این شرطبندی بر روس و چین و اینها رو کنار بگذارن و منافع ملی رو لحاظ بکنن. این کارهایی هستش که تغییر سرشت جمهوری اسلامی رو میطلبه. جمهوری اسلامی متاسفانه کاری که تا به حال کرده امتیاز دادن و عقب نشینی هست، مثل ماجرای 598 و قطعنامه
اون موقع. فقط عقب نشینی بدون لحاظ کردن منافع ملی هست. منتها من فکر میکنم این بار فقط عقب نشینی هم جواب نخواهد. ممنونم از محمد رهبر، روزنامه‌نگار از شهر ترونتهایم نروژ با ما، و همینطور حجت قندی، استاد اقتصاد از نشویل ایالت تنسی آمریکا با ما. و بعد نیست که سری بزنیم به جام جهانی فوتبال در روسیه با نگین شیراوایی. ممنون جمال. 11 روز جام جهانی فوتبال در روسیه تا اینجا با 2 بازی دنبال شده. ساعتی پیش در گروه اچ سنگال و ژاپن در 1 بازی دیدنی 2-2 مساوی کردند. با این نتیجه هر دو تیم از 2 مسابقه 4 امتیاز دارند و برای تعیین تکلیف رتبه بندی باید منتظر بازی آخر گروهی باشند. ژاپن در بازی اولش در این گروه با نتیجه 2-1 کلمبیا رو برد. سنگال با همین نتیجه لهستان رو شکست داد. آخرین بازی امروز هم بین لهستان و کلمبیا از همین گروه خواهد بود که تا دقایق دیگه شروع میشه. قبل از این مسابقه هم در گروه جی انگلیس در 1 بازی پرگل پاناما رو با نتیجه 6-1 شکست داد. تیم ملی انگلیس در بازی قبلیش هم با نتیجه 2-1 تونس رو شکست داده بود. پاناما که برای اولین بار در جام جهانی فوتبال بازی میکنه در مسابقه اول با 3 گل مغلوب بلژیک شد، اما در برابر انگلیس موفق شد که اولین گل تاریخش رو در جام جهانی به ثمر برسونه. با این نتیجه تکلیف تیم سردنشین این گروه در بازی روز آخر بین انگلیس و بلژیک مشخص میشه. تونس و پاناما هم شانسی برای صعود به مرحله بعد ندارن. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگه درباره رفتار 2 بازیکن سوئیس در بازی مقابل صربستان تحقیق میکنه. گرانیت جاکا و ژردان شکیری، 2 بازیکن کوزووی تبار تیم ملی سوئیس، بعد از زدن گل در موقع شادی دستهاشون رو به شکل عقاب 2 سر در آوردن، علامتی که در پرچم آلبانی نقش بسته و نمادی ملی گرایانه در این کشوره. حرکت این 2 بازیکن در بازی اعتراض شدید طرفداران تیم صربستان رو به همراه داشت. حالا فیفا میخواد در این باره تحقیق کنه که آیا رفتار این 2 بازیکن یک حرکت سیاسی معنادار بوده یا نه. خانواده ی این 2 بازیکن سالها پیش از کوزوو به سوئیس مهاجرت کردند. این منطقه 10 سال پیش اعلام استقلال کرد، اما صربستان استقلال کوزوو رو هیچ وقت به رسمیت نشناخت. کوزووایی ها عمدتا مسلمان و آلبانیایی تبارند. اما تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرینش رو پیش از مسابقه با پرتغال انجام داد. تمرین امروز در ورزشگاه شهر سارانس محل برگزاری مسابقه فردا انجام شد. ایران در بازی قبلیش با 1 گل مغلوب اسپانیا شد و در بازی اول با 1 گل مراکش رو شکست داد. به این ترتیب ایران از 2 بازی قبلی 3 امتیاز داره و پرتغال حریف ایران 4 امتیازیه. Since the first minute until the end. از دقیقه اول تا لحظه آخر ما 1 رویا خواهیم داشت و برای اون رویا خواهیم جنگید. ما جلوی 1 تیم بزرگ چیزی برای از دست دادن نداریم. اونها اینطور نیستن و باید انتظارات رو برآورده کنند. اونها چیزهای زیادی در گروه نتیجه این بازی دارند. ما نداریم. ما برای بردن در این بازی تمام تلاشمون رو میکنیم. حرفای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران رو شنیدید. احسان اکبری روزنامه‌نگار ورزشی در استانبول ترکیه همراه ماست. آقای اکبری خوش اومدید به برنامه. با حالا مصاحبه مطبوعاتی که انجام شد دو تیم هم مربیاشون صحبت کردن، فکر میکنید که چه چیزی رو فردا شاهد خواهیم بود در زمین چمن؟ در زمین چمن که امیدوارم سربلندی بازیکن‌های ایران شاهد باشیم، ولی آقای کیروش از اینجا بخوام من شروع کنم که امروز نشست خبریشون و همون شیطنت همیشگیشون 2 تا طعنه زدن به خبرنگارای پرتغالی. اول اینکه گفتن که ما بازیکنامون جوان مردانه بازی میکنن و اومدیم از فوتبال لذت ببریم و مثل بازیکن پرتغال حیوان درنده نیستیم. طعنه دوم ایشون هم این بود که گفتن که ما تیممون از پرتغال تیم تره و متکی به 1 بازیکن نیستیم، و یه طعنه بود که خواستن نشون بدن که پرتغال فقط بر پایه رونالدو قدرتش، که البته پر بیرا هم نگفتن. رونالدو 4 تا گل برای پرتغال تو جام زده و 4 امتیاز براشون کسب کرده. از اخبار حاشیه تیم کنار تیم من میتونم بگم که مثلا احسان حاجی‌صفی مسئولیتی که تو بازی با اسپانیا براش پیش اومده بود برطرف شده و میتونه بازی کنه. یه تنها نقطه ابهام ترکیب تیم ملی ایران واسه بازی فردا میتونه بازی کردن یا بازی نکردن عزیز جهانبخش باشه، که اگر ما بخوایم تهاجمی بازی کنیم جلوی پرتغال، جهانبخش میتونه جای انصاری فر بازی کنه، چون که جهانبخش کمتر تو کارهای تدافعی شرکت میکنه، ولی خب کریم انصاری فر بازیکنی که تو برمیگرده عقب هم میتونه به دفاع کمک بکنه.
حالا بستگی به تاکتیکمون ما فردا مشخص میشه که جهانبخش بازی میکنه یا انصاری فرد. ولی خب در مجموع نه می‌خواستم بگم حالا جالبه به خاطر اینکه ما یه مربی پرتغالی داریم که قراره بهمون رازهای مگوی پرتغال رو احتمالاً به بازیکنان تیم ملی ایران بگه و بازی فردا از این نظر هم بازی جالبی خواهد بود. دقیقاً تنها یعنی تمام نقطه اشتراکی که تمام کارشناسای فوتبال دنیا دارن روی این نیست که برنده یا بازنده بازی فردا کی، روی این اشتراک دارن که هیچ مربی اندازه کارلوس کیرو شناخت نداره از کریستیانو رونالدو و اگر یه مربی بتونه پرتغال و رونالدو رو متوقف کنه اون قطعا کارلوس کیروش هست، به خاطر اینکه از زمان منچستر یونایتد تیم ملی پرتغال سالها کنار رونالدو بود و شناخت کاملی از اون داره و به نظر من تیم ملی اگه بتونه فردا رونالدو رو کنترل کنه و ما ضربه ایستگاهی به این تیم ندیم و از اشتباهات فردیمون کمتر کنیم که پشت محوطه جریمه اینقدر خطا نکنیم رو بازیکن حریف، میتونیم با استفاده از فرصتایی که به وجود میاد پرتغال شکست بدیم، چون که ما با مساوی احتمالاً حذف میشیم، با مساوی فقط معجزه نیاز داریم که بتونیم از این مرحله بریم بالا، چون که مراکش باید 2 گل به اسپانیا بزنه و برنده بشه که خیلی بعیده. ما میتونیم پرتغال رو شکست بدیم با تفکرات آقای کیروش، همونجوری که همه کارشناسای دنیا میگن که شناختی که ایشون داره میتونه رونالدو رو متوقف کنه و ما پیروز میدان باشیم. ممنونم. آره به هر حال توقع رو بازیکنهای تیم ملی تا اینجا با 2 بازی که کردن بالا بردن، باید ببینیم چی میشه. ممنون از شما احسان اکبری روزنامه نگار از استانبول همراه ما. اما همونطور که گفتیم شهر سارانسک میزبان ایران در بازی آخر گروهشه، بازی حساس برای هر دو تیم. کاوه مشکات قبل از این بازی ما رو کمی با حال و هوای این شهر و ورزشگاهش آشنا میکنه. سارانسک پایتخت جمهوری مردوویا در مرکز روسیه قرار گرفته، شهری کوچک با جمعیتی 300 هزار نفری که در محل تلاقی درود سارانکا و اینسار واقع شده. سارانسک در ابتدا به عنوان یک پایگاه مرزی در جنوب شرقی روسیه تأسیس شد، منطقه‌ای که خاستگاه اقوام و فرهنگ فینو اوگریست که شامل مجارها، فنلاندی‌ها و مردم اهل استونی می شود. ورزشگاه مردوویا آرنا یکی از رنگارنگ ترین ورزشگاه جام جهانی 2018 است. ساخت این استادیوم که در کناره رود اینسار واقع شده در سال 2010 و در 1000 سالگرد اتحاد مردم مردوویا با سایر اقوام روسیه آغاز شد. تأخیرهای فراوان که بیشتر به دلیل کمبود منابع مالی بود باعث شد ساخت مردوویا آرنا تا سال 2017 طول بکشد. گنجایش ورزشگاه در طول جام جهانی 45 هزار نفر خواهد بود، اما بعد از این بازی ها به 28 هزار نفر کاهش می‌یابد. قرار است ردیف بالایی جایگاه تماشاچیان هست و به محل رفت آمد تبدیل شود. پس از پایان جام جهانی باشگاه مردوویا سارانسک که در لیگ برتر روسیه بازی می‌کند به ورزشگاه تازه ساز نقل مکان خواهد کرد. مردوویا آرنا در جام جهانی میزبان 4 بازی از جمله آخرین بازی ایران در مرحله گروهی مقابل پرتغال است. خبرگزاری آناتولی و تلویزیون دولتی ترکیه خبر داده که رجب طیب اردوغان از رقبایش با فاصله زیادی در انتخابات ترکیه پیش افتاده، اما رقبای آقای اردوغان این رسانه‌های دولتی را به دستکاری نتیجه آرا متهم می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان ترکیه حدود 4 ساعت پیش پایان یافت و شمارش آرا همچنان ادامه دارد. مقام‌های انتخاباتی از مشارکت نزدیک به 87% واجدان شرایط خبر دادند. مهرداد فرهمند همکارم از استانبول گزارش می‌دهد. شمار چشمگیر رای دهندگان از دیاربکر در شرق گرفته تا اینجا در استانبول از همان ساعت آغازین رأی‌گیری این احتمال را تقویت کرد که بخش درخور توجهی از 56 میلیون واجد شرایط رأی دادن در ترکیه پای صندوق بیایند. رأی 3 میلیون واجد شرایط در خارج از کشور هم هفته گذشته گرفته شده. این انتخابات برای ترکیه تاریخیه. برای نخستین بار
رئیس جمهور و نمایندگان مجلس همزمان انتخاب میشند و رأی مردم هر دو به یک صندوق انداخته میشه. همچنین ترکیه برای نخستین بار یک نامزد ریاست جمهوری زن داره و یک نامزد زندانی. از لحاظ سرسختانه و جدی بودن رقابت‌ها هم این انتخابات اگر که بی‌نظیر نباشه کم نظیره. رجب طیب اردوغان رأی خود را در استانبول به صندوق انداخت. نتیجه رأی گیری نشان می‌دهد که آیا تصمیم او در زودتر از موعد برگزار کردن انتخابات خطایی مهلک بود یا بخت آزمایی حساب شده. بحران اقتصادی در کشور بحران دموکراتیک ایجاد کرد و دولت برای اینکه این بحران باعث نشه که رأی از دست بده تصمیم گرفت که انتخابات زودرس برگزار کنه. دارن اویلرنی کایبدیجی اندیشسی بیر ارکن سچیم قراری آلدیردی. مهمترین رقیب اردوغان محرم اینجه هم نشندان دور از استانبول در زادگاهش یالوا رأی داد. گرد همایی های پرشور هوادارانش که در تاریخ ترکیه بی سابقه بوده به او امید پیروزی داده، به ویژه اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود و هواداران دیگر نامزدهای دور اول به او رأی بدهند. در مورد مجلس هم دو ائتلاف شکل گرفته، یکی همراهی اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه با ملی گرایان حزب حرکت ملی و در دیگری حزب‌های سکولار جمهوری خلق و حزب نوپای خوب و حزب وطن در کنار حزب اسلامگرای کوچک سعادت ایستادند. مهرداد فرهمند از مرکز اعلام نتایج انتخابات در استانبول با ماست. مهرداد، شمارش همچنان ادامه داره، تازه ترین ها چیه؟ شمارش البته الان بیش از 82% صندوق‌ها شمرده شده، اونطوری که خبرگزاری آناتولی و تلویزیون دولتی ترکیه اعلام کردند که بنابر این نتایج 82% صندوق‌ها که شمرده شده، آقای اردوغان با فاصله خیلی زیادی از رقبایش جلوتر. الان اگر آخرین لحظه رو من بخوام نگاه بکنم، اونطور که در تصویر پشت سر من هم می‌بینید، آقای اردوغان بیش از 54% آرا رو به دست آورده و بعد از او محرم اینجا است، نامزد حزب جمهوری خلق با 30%، مرال آخشنر با 7.5% و صلاح الدین دمیتاش با 7.4% که این خیلی تفاوت داره با پیشبینی هایی که می شده تا کنون. یعنی پیشبینی می شد که آقای اردوغان حتی 50% آرا رو هم نتونه به دست بیاره و انتخابات به دور دوم کشیده بشه و در اون صورت وقتی که آرای رقباش رو هم جمع بکنن، در صورتی که رقباش همگی تصمیم بگیرن که از یکی از نامزدها که به احتمال زیاد محرم اینجا می شد که در واقع نفر دوم از اون حمایت کند، اون وقت آقای اردوغان در شرایط دشوار قرار می گرفت. ولی الان می بینیم که آقای اردوغان اگر که این نتایج پذیرفته بشه، در واقع پیروزی چشمگیری به دست آورده و به راحتی تونسته در دور اول پیروز بشه و همکنون هم که دارن جایگاهی رو برای سخنرانی آقای اردوغان آماده میکنن که بره و در اونجا پیروزی خودش رو رسما اعلام بکنه. دولت باخچلی که حزب رهبر حزب حرکت ملی که با آقای اردوغان یک ائتلافی رو تشکیل داده، او هم پیروزی آقای اردوغان رو بهش تبریک گفته. هنوز البته 20% مونده، نتایج هم باید قطعی بشه. فعلا هر آنچه که گفته شده نتایج ابتداییه، ولی رقبای آقای اردوغان حرف از این میزنن که نتایج دستکاری شده، سطح تخلفات خیلی بالا بوده. چه واکنشی انتظار میره، خصوصا واکنش رسمی از طرف هم محرم اینجا و هم مرال آخشنر و هم حزب دموکراتیک خلق‌ها؟ هر سه اینها اعلام کردن که خبرگزاری آناتولی و تلویزیون دولتی ترکیه نتایج دستکاری شده اعلام کردند. گفتن که جاهایی رو که آقای اردوغان بیشتر رأی داشته اونجا رو اول اعلام کردن که رأی آقای اردوغان رو بیشتر نشون بدند، اما بعد هر چی نتایج بیشتر شمرده شد به نظر میرسه که همچنان آقای اردوغان پیش است. یعنی الان هم در آخرین لحظه که من نگاه بکنم 83% تا الان شمرده شده و همچنان می‌بینیم که آقای اردوغان روی 54%
درصد خودش باقیه. البته این نتیجه رو هنوز میشه گفتش که خانم آخشنر و آقای اینجه بهش معترضند، ولی حزب دموکراتیک خلق‌ها از اعتراضش برگشت. یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها معاون دبیرکلش اومد گفتش که خبرگزاری آناتولین نمیگذاره که رأی استانهای کردنشین اعلام بشه، چون اگر اونها اعلام بشه حزب دموکراتیک خلق‌ها از حد نصاب خواهد گذشت، وارد مجلس خواهد شد. بعدن که اعلام شد که این حزب از بیش از 10% آرا رو به دست آورده و تونسته وارد مجلس بشه، بعد دیگه شروع کردن به جشن گرفتن حزب دموکراتیک خلق‌ها و به نظر میرسه که از اعتراض خودشون هم صرف نظر کردند. اما هنوز ما منتظریم ببینیم که محرم اینجه به خصوص و حزب جمهوری خلق چه واکنشی میخوان نشون بدن به نتایجی که به دست آوردند و اینکه اونطور که این نتایجی که تا الان اعلام شده نشون میده نامزدشون در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده، و آیا این شکست رو میپذیرند یا اینی که قصد اعتراض دارند. ممنونم از مهرداد فرهمند، خبرنگار ما در استانبول. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک از نیکوزیا در قبرس شمالی، به ماست. آقای گلکاریان، آیا کار به نفع آقای اردوغان تموم شده؟ تقریبا با توجه به اینکه آقای فرهمند هم اشاره کردن 82% صندوق‌ها، نه اینکه شرکت کنندگان و یا رای دهندگان، مشخص شده، و با این احتساب اگر از 85% رد بشه تعداد شمارش صندوق‌ها و این درصد عائد آقای اردوغان بشه، بایستی بگیم که بله، پیروزی از آن آقای اردوغان خواهد بود. خب در این صورت به معنای این است که آقای اردوغان میتونه همچنان بر مسند قدرت بمونه و رأی آری گرفته در انتخاباتی که خیلی ها میگفتن یک همه پرسی حساب میشه برای عملکرد آقای اردوغان؟ طبیعتاً این بار با توجه به نظرسنجی هایی که انجام گرفت و یا شکل آپولیت هایی که در واقع طرف های مختلف انتخابات، هم اقتدار و هم مخالفت، از اون استفاده می کردن، و با توجه به اینکه حرکت و تبلیغات میدانی چندانی حزب عدالت و توسعه نداشت و خود آقای اردوغان خیلی نسبت به دوره های قبلی کم ظاهر شده بود، به نظر می رسی که پیروز بشه. منتها با این وضعیت و با این آماری که به دست میاره، طبیعتا حقانیت خودش رو میتونه ثابت بکنه، چون نسبت به دفعه پیش که با 51.4% موفق شده بود، اگر حالا با 54% موفق بشه، در واقع مشروعیت خودش رو ثابت میکنه. منتها یه مسئله دیگه رو بایستی در نظر بگیریم، هنوز در مورد پارلمان، نتایج پارلمان در واقع ریسک های زیادی هست. اگر تعداد صندوق ها مشخص بشه و احزاب مخالف در حقیقت بتونن تعداد نمایندگان بیشتری رو به مجلس اعزام بکنن، یعنی از 600 نماینده حداقل 300 تاشو اختصاص بدن به خودشون، طبیعتاً آقای اردوغان در صورت پیروزی در ریاست جمهوری در مورد بقیه مسائل و در حقیقت اعمال سیاست‌های داخلی و خارجی با پارلمان دچار مشکل و چالش خواهد شد. سپاسگزارم از قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد روابط بین الملل از نیکوزیا در قبرس شمالی. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس پلیس ایران دستور تازه‌ای برای برخورد با به گفته اون بدحجابی داده. به گفته حسین اشتری، آلودگی صوتی، سرعت‌هایی که باعث رعب و وحشت شود و دور خودروها هم از موارد دیگری است که با آنها برخورد می‌شود. رئیس پلیس ایران همچنین گفته که با رانندگانی که شیشه ماشینشان بیش از 30% دودی باشد و داخلش مشخص نباشد هم برخورد می‌شود. نتایج نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران یا ایسپا انجام داده نشان می‌دهد که 79% کاربران تلگرام پس از فیلتر شدن این پیام‌رسان در آن ماندند. تلگرام در ایران بیش از 1.5 ماه پیش به دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد. ایسپا می‌گوید استفاده از دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و واتساپ بعد از فیلتر تلگرام افزایش زیادی داشته. بر اساس این گزارش میزان استفاده از اینستاگرام حدود 2 برابر شده.
آمریکا به برخی شورشیان مخالف دولت بشار اسد هشدار داده که در صورتی که هدف حمله نیروهای وفادار به دولت سوریه قرار گیرند، نباید از آمریکا انتظار کمک داشته باشند. این هشدار به شورشیان مستقر در جنوب غربی سوریه و در مناطق مرزی با اردن و اسرائیل داده شده. بشار اسد مصمم به پس گرفتن این منطقه است. پیشتر گزارش شده بود که جنگنده‌های روسیه به مناطق تحت کنترل شورشیان در جنوب غربی سوریه حمله کردند. این اولین عملیات جنگنده‌های روسیه پس از آتش بس پارسال است. رئیس جمهوری آمریکا خواسته مهاجران غیرقانونی بلافاصله پس از ورود به آمریکا و بدون تشکیل دادگاه اخراج شوند. دونالد ترامپ گفته مردم نباید اجازه تجاوز به خاک آمریکا را داشته باشند. آقای ترامپ به خاطر سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتیش به شدت هدف انتقاد بوده. در نتیجه این سیاست‌ها بیش از 2000 کودک از والدینشان جدا شدند. رئیس جمهوری آمریکا 4 روز پیش دستور توقف جدا کردن بچه‌ها از پدر و مادرهایشان را داد و حالا خواستار اخراج فوری مهاجران غیرقانونی شده. وزیر کشور ایران میگوید آماری که درباره پرونده تجاوز ایران شهر اعلام شده واقعی نیست و پزشکی قانونی فقط یک مورد تجاوز را تایید کرده. از زمان انتشار خبر این موضوع مقام‌های مختلف روایت‌های متفاوتی درباره این حادثه ارائه کردند. اولین بار امام جمعه اهل سنت ایران شهر در مراسم عید فطر اعلام کرد که به 21 زن در این شهر تجاوز شده. عذرخواهی میکنم 41 زن. دو روز بعد رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان با انتقاد از انتشار این خبر گفت که این نهاد جزئیات خبر رو تایید نمیکنه. یک روز بعد دادستان کل ایران اعلام کرد که عامل انتشار خبر تجاوز به دختران در ایران شهر به خاطر انتشار خبر غیر دقیق و تشویش از اذهان عمومی ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. نیکی محجوب همکارم این موضوع رو از نزدیک دنبال کرده. نیکی، تو اطلاعات جزئی تری به دست آوردی که چه اتفاقی اصلا از اول افتاده برای این 41 زن؟ این بر اساس اطلاعاتی که به دست بی بی سی رسیده، این زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن که آمارشون واقعا مشخص نیست چه تعدادی هست، توسط این گروه 4 نفره به آن بر اساس اونچه که این در از زنان میگن شناسایی می شدن و اتفاقی نبوده که اینها رو می رو بودن، شناسایی می شدن، رو بوده می شدن و بعد بهشون تجاوز می شده. نکته دیگه ای که در مورد این پرونده است، بر اساس اون چی که باز بی بی سی دریافت کرده، این هستش که تعدادی از این زنان و دختران گفتن افرادی که اینها رو دزدیدن لباسهای نظامی یا انتظامی می پوشیدن و اسلحه داشتن. در همین موقع بودش، بعد از انتشار این گزارش دادستان زاهدان اومد اعلام کرد که یک نفر رو بازداشت کردن که اون فرد اسلحه میداده و متهم اصلی پرونده نیست، ولی در این پرونده دخیل هست. گفت مشخص نیست این اسلحه در چه تاریخی خریده میشده و آیا اصلا ربطی به این پرونده داره یا نه، ولی در هر حال این فرد بازداشت شده. نکته دیگه ای که گفته میشه این هستش که قربانیان این پرونده میگن قوه قضاییه با اونها تماس گرفته و از اونها خواسته که برن و در اصل به پزشکی قانونی مراجعه کنن. نکته این هست که به گفته این قربانیان، اینطوری که گفته میشه، متهم پرونده، متهم اصلی پرونده که بازداشت شده، اسامی رو داده که بر اساس اون اسامی قوه قضاییه با افراد تماس گرفته. طیب سیاوشی نماینده مجلس همون در دومین روز انتشار این خبر اعلام کردش که متهم اصلی پرونده به قدرت و ثروت وابسته است، ولی نگفت منظورش نهاد خاصی یا نه و تاکید کرد که این رو از طریق منابع غیر رسمی دریافت کرده. پس این احتمالاً دلیل این واکنش‌های ضد و نقیضی که می‌بینیم، چون به نظر میاد که یک بخشی حداقل وقتی امام جمعه ایران شهر میاد چنین حرفی میزنه، ما انتظار نداریم که انقدرم از اونور آمار نقض بشه، بگن خبر از کل دروغ بوده. چرا اینقدر واکنش‌های ضد و نقیض دیدیم؟ نکته این هستش که اینطور که خود مردم بومی منطقه میگن، ایران شهر به شدت منطقه سنتیه و افراد به باورهای خودشون رو دارن. این اتفاق به شدت روشون تاثیر گذاشته، آزرده شدن، حتی باعث شده که اون آموزش هایی که توی این شهر داده شده برای اینکه به زنان و کودکان دختر امکانات بیشتری بدن برای حضور در جامعه، به خاطر انتشار این اتفاق و اینکه نگران از این هستن که مبادا فرزندانشون، خواهرانشون، مادرانشون یا زنانشون دچار این مشکل بشن، محدودیت ها خیلی تو شهر بیشتر شده. از اون طرف ضد و نقیض گویی هایی که مقامات قضایی یا مسئولان مختلف داشتن باعث شده این نگرانی پیش بیاد که شاید این مسئله فراتر از آنچه هستش که داره انتشار داده میشه، چون
خود دادگستری استان سیستان بلوچستان اومد اعلام کرد که 5 نفر اومدن. وزیر کشور اومد گفت 4 نفر اومدن شکایت کردن. دادگستری زاهدان اومد گفت 3 نفر تو این پرونده هستن و در آخر گفتن فقط 1 نفر هستش که میشه تایید کرد طبق قواعد پزشکی قانونی که تجاوز رو اون صورت گرفته. حتی امروز دادستان زاهدان گفته که برای این پرونده برای منافی عفت زنای بمب باید میزان ارتباط شاکی رو با متهم پرونده بسنجیم، بریم ارتباطاتشون رو توی شبکه‌های اجتماعی چک بکنیم و بعد ببینیم آیا این ارتباط با رضایت بوده یا با اکراه. گاهی وقتا زبون آدم بند میاد چی باید بگه واقعا. ممنونم نیکی. نیکی محجوب اینجا خبر رو دنبال کرده. رهبران 17 کشور از اعضای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل با هم دیدار کردند تا درباره ورود مهاجران غیرقانونی از خاورمیانه و شمال آفریقا بحث کنند. نشست در شرایطی برگزار شد که اختلافات بین اعضا زیاد بود و تعدادی از کشورها هم آن را بایکوت کردند. دقایقی پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از دستیابی به یک توافق مقدماتی درباره کمک به کشورهایی که مهاجران در اولین قدم وارد آنها میشوند خبر داد. از زمان اوج بحران مهاجرت در 3 سال پیش تا به امروز تعداد پناهجویان کم شده، ولی ایتالیا و جزیره مالت بنادرشان را به روی کشتی‌های نهادهای خیریه که به پناهجویان کمک می‌کنند بستند. فرداد فرهزاد گزارش می‌دهد. تصاویری آشنا. مهاجران شمال آفریقا و خاورمیانه سوار بر قایق‌های کوچک و پر ازدحام در راه اروپا به امید زندگی بهتر. آب‌های مدیترانه جان بسیاری از مهاجران را هم در سال‌های اخیر گرفته. در داخل اروپا هم موضوع پناهجویان و مهاجران همچنان بحثی جنجالی است. بعضی خواهان کمک‌های بیشتر به مهاجرانند و بعضی دیگر خواهان توقف کامل ورود آنها. کشورهای ساحلی مثل ایتالیا، مالت و یونان در خط مقدمند. حالا امروز در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، رهبران 17 کشور دور هم جمع شدند تا درباره بحران مهاجران گفتگو کنند. اتحادیه اروپا درگیر یک بحران مهاجرتیه. ما به ایده های ساده و روشن برای حل این مشکل نیاز داریم. قبل از هر چیز ما یک سری ارزش داریم. این ارزش ها هویت ماست. هر وقت به این ارزش ها خیانت کردیم، بدترین وضعیت به وجود اومده. ارزش های اروپا احترام به حقوق بشر و حقوق فرده. احترام به تمامیت کشورها و همبستگیه که ما رو به هم وصل میکنه. اختلاف ها اما زیاد است. مجارستان، لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک این نشست را بایکوت کردند. در اعتراض به موضع آلمان که خواسته همه کشورهای عضو در پذیرش مهاجران نقش بازی کنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز در بروکسل سعی کرد انتظارها را چندان بالا نبرد. یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای امروز حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا است و اینکه چطور شمار مهاجران را کاهش دهیم. درباره مهاجرت ثانوی هم گفتگو خواهیم کرد. اینکه در داخل منطقه شنگن چطور می توانیم منصفانه با هم تعامل کنیم و تعادلی مناسب پیدا کنیم. در خود آلمان هم اختلاف نظر درباره مهاجرت بقای دولت ائتلافی خانم مرکل را با خطری جدی مواجه کرده. همین حالا هم با قدرت گرفتن دولت‌های دست راستی در اروپا، ورود به اروپا برای مهاجران دشوارتر شده. بحران مهاجرت به خصوص بعد از جنگ سوریه پیچیده‌تر شد. ایالات متحده یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان هم تحت رهبری دونالد ترامپ سیاست‌های سختگیرانه‌تری برای مهاجران در پیش گرفته. چالش‌ها یکی دو تا نیست. بسیاری معتقدند برنامه‌های سخاوتمندانه دولت رفاه اروپایی تاب و تحمل پذیرش نیازمندان بیشتر را ندارد. دشواری‌های اقدام در فرهنگ جدید، نگرانی‌های امنیتی و دستکم در بعضی موارد غریب ستیزی هم مزید بر علت شده. فرداد فرهزاد، بی بی سی. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در سوئد. سعید محمودی، اتحادیه اروپا وقتی مسائل حقوق بشری مطرح می شده خیلی به قوانین سفت و سخت خودش می نازیده و بهشون اشاره می کرده. الان آیا کشورها می تونن همینطوری مرزهای خودشون رو ببندن و مثلا عده ای از پناهجویانی که دستشون از همه جا کوتاه هست رو در دریا رها بکنن؟ مطلبی که شما گفتید در مورد اروپای غربی کاملا صحیحه. یعنی
مسائل مربوط به حقوق بشر در واقع نهادینه شده، به خاطر اینکه بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا دادگاه بین المللی حقوق بشر در استراسبورگ بوده، کشورها در قوانین اساسیشون تمام آزادی ها رو پیش بینی کردن و این اشاره ای هم که امروز شده به این مسئله که کمیسیونر اتحادیه اروپا کرده به همین مسئله است که یکی از این در واقع ارزش های پایه‌ای در اتحادیه اروپا این است که کسانی که واقعا نیاز به پناهندگی دارن باید بهشون رسیدگی کرد و اگر شرایط رو داشتن بهشون پناهندگی داد، در حالتی که کشورهایی که اخیراً در چند ده دوازده سال اخیر به یا در دو دهه اخیر به اتحادیه اروپا ملحق شدن، اینا هنوز یه مقدار مشکلات داخلی خودشونه، مشکلات اقتصادیشونه، مشکلات داخلی سیاسیشونه، ولی از همه مهمتر مسئله این است که اون به نظر میرسه که اون ارزش هایی که در مورد حقوق بشر در بقیه اروپا نهادینه شده هنوز به حد کافی در اونجا جا نیفتاده و همین دلیل هم در مورد پناهجوها مقاومت میکنن. در یکی از دلایلم شاید این باشه که هجوم مهاجران به اون قسمت ها زیادتر هم هست، ولی در نهایت اگر قوانین بین الملل رو مد نظر قرار بدیم چی میگه در این زمینه؟ آیا مثلا یک مهاجری که به این شکل در دریا رها شده میتونه اقامه دعوا کنه علیه یک کشور خاص اروپایی؟ اول عرض بکنم که هجوم اصلی در واقع به یونان، به ایتالیاست، به مالتاست، نه به چک و لهستان به خصوص، ولی مقاومت اصلی از طرف اروپای شرقی در واقع صورت میگیره و این مقاومت که الان ایتالیا نشون میده به خاطر دولتی است که به سر کار اومده، ولی از نظر قوانین بین المللی خیلی مسئله روشنه و هیچ کدوم از این 28 کشور در واقع سوالی ندارن در این مورد، کاملا پذیرفتن وظایفشون رو از نظر حقوق بین الملل. اینکه اگه کسی در دریا یا حتی در زمین یا در هر جا جونش در خطر باشه و تقاضای پناهندگی داشته باشه باید بهش رسیدگی کرد، باید بهش کمک کرد. مشکل این است که الان به خصوص جلسه امروز این رو به خوبی نشون میده، مسئله این است که قوانینی که در داخل اتحادیه اروپا به تصویب همه 28 کشور رسیده اینا دقیق اجرا نمیشه. پاره ای از کشورها با وجودی که از نظر حقوقی پذیرفتن و این وظیفه رو دارن ولی به وظیفه خودشون عمل نمی کنن و در واقع هدف هم این است که مذاکره‌ای بشه و یه جوری مسئله رو حل کنن، از جمله پیشنهادی که امروز ایتالیا کرده که بلکه از طریق سهمیه بندی اجباری در واقع کشورهایی که نمیپذیرن به حد کافی پناهنده اینا رو مجبور کنن بپذیرن و اگه نپذیرفتن مجازات اقتصادی علیه اون کشورها صادر بشه. در واقع این راه حلایی است که دارم الان روش صحبت میکنم. سپاسگزارم از سعید محمودی، استاد حقوق بین المللی دانشگاه استکهلم در سوئد. آریانا سعید خواننده افغان شنبه شب در برلین جایزه معتبر فریدم اورد یا جایزه آزادی رو دریافت کرد. از خانم سعید به خاطر فعالیت‌های اجتماعی او در افغانستان تقدیر شد. بامداد اسماعیلی که در این مراسم حضور داشت این گزارش رو فرستاد. Please join me in a round of applause for Ms. Ariana Saeed, the 2018 Atlantic Council Freedom Awardee. جایزه دیگر برای آریانا سعید، ستاره افغان. در مراسم اهدای جایزه آزادی، این هنرمند 32 ساله به خاطر فعالیت‌های گوناگونش در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر تقدیر شد. امروز هزاران دختر در افغانستان امکان دسترسی به آموزش دارند، در حالی که در گذشته بسیاری از آنها از تحصیل محروم بودند. این جایزه به دو چهره آشنای دیگر هم اهدا شد. مادلن آلبرایت، وزیر خارجه سابق آمریکا و بنا عبد، کودک 9 ساله سوری که از طریق شبکه‌های اجتماعی توییتر در مورد جنگ سوریه از اتاقش در حلب مطالب گوناگونی منتشر می‌کرد. One day without bombing in Syria, Aleppo would make me the happiest person in the world. فریدم اوارد از سال 2009 اهدا میشه. معمولاً به شخصیت‌های مهم جامعه سیاسی در دنیا این جایزه رو میدن. امسال برای اولین بار آریانا سعید، یک زن موزیسین از افغانستان، این جایزه رو دریافت می‌کنه.
از آریانا سعید در مورد اهمیت این جایزه پرسیدم. اهمیت به حد به اندازه زیاد. برای اینکه من یکی از او آرتست هایی هستم که همیشه به خاطر آزادی، به خاطر صلح، به خاطر حق انسانی همیشه جنگیدیم و موسیقی را استفاده کردیم که از طریق از او همیشه پیام آزادی را بیارم و صلح بیارم. پس ات یک جایزه برای من داده شده واقعا بسیار ارزش فراوان پیش من داره و واقعا شکرگزار هستم. آریانا سعید معتقد است که زنان و کودکان افغان با محرومیت‌های مختلفی مواجهند. میگوید همیشه سعی می‌کند در موسیقی خود از حقوق این افراد دفاع کند. چیزی که در شخصیت آریانا سعید دیده میشه در کنار موسیقی این تلاشش هست برای حقوق زن و می‌دونیم که به هر حال یه عده افراطی هستن که موافق این نیستن. چه چیزی به شما نیرو میده که ادامه بدید؟ برای من انرژی زیاد اون مردمای میته که همیشه از ما حمایت میکنن. یعنی تعداد مردمی که از ما حمایت میکنن صد چند زیادتر از تعدادی است که خلاف ما هستن و اون محبت و انرژی و حمایت که اونا بر ما میتن او انرژی من ده چند میسازه که من اصلا فوکس بالای منفی نباشه، میشه بالای مثبت باشه و من زیاد کمک میکنم واقعا. سال هاست که آریانا سعید به چهره ای تاثیرگذار تبدیل شده، آن هم نه فقط در افغانستان. او هفته پیش هم در مراسم اهدای جایزه معتبر موسیقی پولار به انستیتوی موسیقی ملی افغانستان حضور داشت و با خانواده سلطنتی سوئد هم ملاقات کرد. حالا او جایزه آزادی را به فرخنده و رخشانه تقدیم کرد. فرخنده دختر خانمی بود که چند سال پیش متاسفانه توسط یک گروه از مردم بروی سرک لاتوکوب شد و او را کشتن و در دادن اتا. برای اینکه بر ضد تاویز نویسی ملاها صحبت کرده بود و هیچ گناهی نداشت و رخشانه دختر خانم بود که سنگسار شد و از طریق سنگسار او را از بین بردن و کشتن به خاطر اینکه عاشق یک پسر شده بود. ما این دو آوارد بر زونا تقدیم کردم مخصوصا و بر تمام رخشانه ها و فرخنده هایی که از قصه هایشان دنیا هنوز خبر نداره و نشنیده. آریانا سعید تا به حال بیش از 15 جایزه دریافت کرده است. این خواننده افغان به زودی کتابی در مورد زندگی خود منتشر می کند. بامداد اسماعیلی، برلین، آلمان. و با این جایزه به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. ممنونم از همراهی شما با این 60 دقیقه. شب و روز بر شما خوش. مهمان این هفته من در برنامه به عبارت دیگر ویژه اسکندر آبادی است. نابینای بینایی که در تلاشش برای موفقیت در زندگی هرگز نارسایی جسمیش را سد راه خود ندید و دست به هر کاری زد موفق شد و برای خود اسم و رسمی ساخت. معلولیت توانخواهی فقط چشمی نمیدونم پایی دستی نیست. ما میتونیم بگیم معلولیت سنی وجود داره. نابینا برای آدمای دیگه یک پدیده رازآمیخته است. با ما در این برنامه ویژه همراه شوید.
داستان موفقیت، داستان شکست، داستان قدرت، داستان فساد، داستان امید، داستان یأس، داستان خوشبینی، مقاومت، پیشرفت و پیروزی. داستان‌های استثنایی از سراسر دنیا. برای تماشای بهترین آثار مستندسازان مستقل با ما همراه باشید. ستوریویل در تلویزیون فارسی بی بی سی.